با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو به شما تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات باز هم بسیار است و وقت ما محدود، امیدوارم بهشون برسیم. ادامه اعتراضات بازنشستگان و آخرین مباحث، فراخوان بازنشستگان مخابرات به تجمعات سراسری برای 9 مرداد ماه، فراخوان کارگران رسمی صنعت نفت به تجمع برای روز 10 مرداد ماه، اعتراضاتی در مراکز مختلف کارگری از جمله در بخش‌های مختلف نفت و همینجور اعتراضاتی در میون بخش‌های دیگه مثل پرستاران جاهای مختلف و کارزارها، آخرین خبرها از دستگیری‌ها، از وضع معلمان. اینها موضوعات و مباحثی است که همونطور که گفتم امیدوارم اینجا بشه صحبت کرد. یه موضوع دیگه هم در مورد کارزار نه به حجاب اجباری و حمایت‌های وسیع اجتماعی از جمله از سوی کارگران و بخش‌های مختلف و فعالین اجتماعی هست که این هم جا داره بهش بپردازیم. اما به سراغ موضوعات بریم. مسئله بازنشستگان. در روز اول مرداد ما بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز یکشنبه، یکی دیگه از یکشنبه‌های اعتراضشون در کرمانشاه تجمع داشتن، از قبل اعلام کرده بودن برای این تجمع. در یکی از سخنرانی‌ها ضمن اشاره به دوزی‌ها و اختلاس‌ها در مورد وضع بد معیشتی بازنشستگان و محرومیت از درمان و تحصیل رایگان برای کودکان صحبت کرد و اینکه بازنشسته مجبور بره مسافرکشی کنه برای اینکه زندگیش رو تامین کنه و مسائلی از این دست و مسئله وضع بد درمان. زیر فشار اعتراضات بازنشستگان که حداقل کولاک کردن در این یک ماه، بیش از یک ماه، و تو شهرهای مختلف راهپیمایی تجمعات اینها، بالاخره قالیباف اعلام کرد، رئیس مجلس اسلامی، که این لایحه که مسبب هیئت وزیران بوده مبنی بر افزایش تأخیرآمیز 10% و همینطور کاستن از حق مسکن کارگران که 100,000 ازش کم کرده بودن، گفتش که این لایحه ها این دو مسببه لغو میشه و اون رو ابلاغ میکنن به دولت. یک هفته دولت وقت داره که یا اونا رو لغو بکنه یا اگر نه افزایش 38% به اضافه 515,000 تومان در قبال بازنشستگان برای سایر سطوح اجرایی خواهد شد. هنوز خیلی کوتاه این مسئله، زمینه که تبلیغات رو انداخته بودن و در موردش خبر میدادن، بلافاصله از جانب یکی از مجلسیان تکذیب شد و گفت که این کار رئیس مجلس نیست و خلاصه دعواهاشون سر این مسئله بالا گرفت. ولی به هر حال رئیس مجلس اینو تصویب کرده، به دولت داده و دولت باید در موردش عکس العمل نشون بده. بازنشستگان هم میگن که نه دولت نه مجلس نیستن به فکر ملت و این دست به دست کردن ها رو فقط خریدن زمان برای خود حکومت میدونن که میخوان تفره برن. از آغاز سال الان چند ماه گذشته هنوز تعیین تکلیف نشده مسئله حداقل افزایش میزان مستمری اونها. از جمله یکی از نمایندگان مجلس به اسم بابایی کارنامی مدعیه که اگر کسی قرار باشه درباره موضوع حقوق بازنشستگان اظهار نظر کنه، ایشون هستش و نمیشه هر کسی از زاویه خود و با اهداف سیاسی خود از قوانین بهره برداری کنه. اینا نشون میده چه بلبشویی و چه دعوایی تو این مسئله. بازنشستگان میگن این حرفا برای ما دستمزد نمیشه، حقوق نمیشه و بر تازه مسئله اعتراض اونا به این تعرض به معیشتشونه، به برنامه جراحی اقتصادی رئیسی هستش، وگرنه اعلام کردن خیلی سریع که
نه به حقوقهای زیر خط فقر 18 میلیونی که بنرش هم در تجمع داشتن از جمله در احواز، همینجور درمان رایگان، تحصیل رایگان برای همه، داشتن حق مسکن، پایان دادن به امنیت کردن مبارزات، پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی و همینطور پایان دادن به اختلاس ها و دوزی ها، آزادی اسماعیل گرامی بازنشسته زندانی که از الان از فروردین 1400 در زندان هستش. اینا موضوعاتی که روش تاکید میکنم. بعد نیست در اینجا کلیپی میبینیم از تجمع اعتراضی بازنشستگان در کرمانشاه. در این حالت بازنشسته ما اگر داشته باشه، توانش رو داشته باشه، ماشینی داشته باشه برای تو آژانس مسابقه کشی بکنه. اگر نه، بارها و بارها شماها برخورد کردید که کسانی هستن بازنشسته به شغل داشتن، احترام داشتن، بخوان مردم عزت داشتن در خانواده، الان دنبال نگهبانی میگردن که بشن نگهبان شبانه یه ساختمان. این چه من نمیدونم چه منطقی کوچیکی داستان با میده. داستان به اصطلاح مسئله درمان و رایگان مسئله فقط تامین شمایی نیست، مسئله که در قانون اساسی پیش بینی شده. شما که همه چی رو پولی کردید، شما تحصیل رو پولی کردید، شما حق تحصیل از بچه های بازنشسته ها گرفتید، شما همین اخبار اگر توجه میکردید دنبال میکردید تو همین هفته گذشته، فروش سوالات به کسانی که 500 میلیون تومان و 300 میلیون تومان و 800 میلیون تومان فروش سوالات کنتور، آیا این پولا رو بچه های بازنشسته ها پرداخت کنن؟ بچه های کارگر ها پرداخت کنن؟ این جامعه که شما درست کردید جامعه که متاسفانه روز یکی از خبرهای تأسف آور در گذشته، محمد فتلاوی ابو جاسم از بازنشستگان در شهر شوش است که مبتلا به بیماری کبدی بود و جان سپرد. جان باختن او رو به خانوادهش، به کارگران و همکارانش، بازنشستگان در شوش که هر روز او رو همراه داشتن در تظاهرات و اعتراضاتشون، و به همگان تسلیت میگیم. ابو جاسم یکی از بازنشستگان مبارز بود، در تمام تجمعات اعتراضی شرکت داشت، حتی وقتی که بستری بود از بیمارستان به تجمعات میرفت و باز میگشت. مراسم اون و گرامی داشت، اون گرام به صورت صف اعتراض بازنشستگان در شوش صورت گرفت که صف طویلی از اون بازنشستگان عکس اون رو در جلو صف گرفتن و حرکت کردن و یاد ابو جاسم رو گرامی داشتن و با همون صف وارد مراسم اون شدن و در گذشت اون رو به خانواده به تسلیت گفتن. یک سنت مهم که مراسم جان باختن چنین عزیزان را به صحنه اعتراض خودمون تبدیل کنیم. یاد ابو جاسم گرامی باد، او در 4 مرداد ماه درگذشت. خبر دیگه در مورد فراخوان بازنشستگان مخابرات هست که همه بازنشستگان در سطح مخابرات و در سطح سراسری به تجمع فراخواندن. در تهران در مقابل مخابرات خیابان سردار جنگل و در شهرستان ها مقابل ادارات مخابرات. زیر فراخوانشون نوشتن زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در راه آزادگی، مرگ بر این بردگی، مرگ بر این بردگی. کلیپ می ببینیم از اعتراضات قبلی بازنشستگان مخابرات. یکی دیگه از خبرهای اعتراض در این هفته اعتراضات کارگران فولاد اهواز است. کارگران فولاد اهواز اعتراض دارن به سطح نازل حقوقاشون و نداشتن امنیت شغلی.
نگران بحران در تولید هستند، نگران با توجه به خوابیدن بخشایی از تولید و همینجور با توجه به سونامی گرانی سطح نازل حقوقشون موضوع مورد اعتراضشون است. در همین راستا مسئله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله نکاتی است که میتونه چندرقازی به اوقا اینها اضافه کنه. اما ماجرا چی هست؟ از اونجا که در قانون کار جمهوری اسلامی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یک شرطش تشکیل شورای اسلامی هست، شده بهانه برای دوباره علم کردن شورای اسلامی در این مجتمع. از این رو کارگران در مقابل اون احساس نگرانی کرده و اعلام کردند که اجازه تشکیل شوراهای اسلامی در فولاد را نخواهیم داد. خواست ما افزایش دستمزد و داشتن امنیت شغلی است. ارسلان غمگین مدیر اداره کار خوزستان از این کارگران خواسته که شورای اسلامیشون رو تشکیل بدن و توصیه کرد این کار بکنه به عنوان زمینه برای اجرای طبقه بندی مشاغل. خب بنا به قانون کمیته طرح طبقه بندی مشاغل تشکیل میشه از نمایندگان شورای اسلامی، نماینده کارفرما و نماینده سرپرستان. ظاهرا جماعتی از کارگران افراد مشخصی تعداد محدودی قول همکاری دادن و خب تو این میون کارگرانم خواستای خودشون رو مطالبه میکنن. تجمعاتی شده در این هفته، کارگران اومدن شعار دادن کارگر میمیره ذلت نمیپذیرد و شعارهای اعتراضی خودشون رو فریاد زدن. ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم. دوستی از فولاد اهواز برای ما گزارش میده، میگه ما شرکت کردیم برای اینکه هم جلوی تفرقه رو بگیریم هم جلوی زد و بند رو بگیریم، اما با توجه به این قول همکاری ها اعلام میکنیم که نمیگذاریم شورای اسلامی تشکیل بشه، همونطور که سال گذشته و سالهای گذشته هم جلوش رو گرفتیم و بساطشون رو جمع کردیم و اگر دوباره سر در بیارن تو این مجتمع باز هم نخواهیم گذاشت. گفتن اگر تا شرط اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشکیل شورای اسلامی نمیخوایم، ما افزایش مستقیم حقوقمون رو میخوایم، ما امنیت شغلی میخوایم، ما میخوایم که خطای تولید راه بیفته، ما میخوایم کارگرانی که پرونده سازی شده براشون یا کارتای ترددشون گرفته شده بهشون بازگردانده بشه، ما میخوایم امنیتی کردن مبارزات از بین بره، تشکل و تجمع حق مسلم ماست. و در همین رابطه هم صدای مستقل کارگران فولاد نیز بیانیه دادن و بر همین مطالبات تاکید کردن. بدین ترتیب جدالی در فولاد اهواز در جریان، فضا به شدت اعتراضیه و تو این تجمعات بار دیگه ما شاهد بلند شدن صدای اعتراض این کارگران بودیم. کارگران اجازه نمیدن شورهای اسلامی، این نهادهای سرکوب و جاسوسی در این مجتمع دوباره علم بشه و بر مجمع عمومی خودشون، بر تشکل خودشون، بر نمایندگان واقعی خودشون، بر حق تشکلشون تاکید دارن. کلیپ میبینیم از اعتراض کارگران فولاد اهواز. کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد، کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد. کارگران رسمی نفت برای دهم مرداد ما فراخوان به تجمع دادن در تهران و اعتراضشون به مالیات های سنگینی که به حقوقشون میخواد بسته بشه بر اساس لایحه بودجه. طبق لایحه بودجه دولت از حقوق های بالای 5 میلیون و 600 تومان که حداقل مزد تا
تا 15 میلیون تومان 10% مالیات تعلق میگیره، بین 15 میلیون تا 25 میلیون 15%، بین 25 میلیون تا 35 میلیون 20% و بالای 35 میلیون 30%. خب این کارگران یه خواستشون افزایش حقوقا بوده، نه تنها پاسخ بهشون داده نشده بلکه مالیات هم میخوان بگیرن، اونم با سونامی گرانی و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه های زندگی. این کارگران به این مسئله معترضن، جلسات تشکیل شد ولی بالاخره این مسبب پاورجا باقی مونده. به علاوه اینکه تو سالهای اخیر مالیات های سنگین از اونا گرفتن، با اونا میخوان مالیات ها بهشون برگردونده بشه. همینجور سطح پایین درمان و میگن درمان رایگان حق همه کارگران نفته، امکانات رفاهی که اونجا هست از جمله غذاخوری ها و وضعیت نابسامان اونها و اینها همه از موضوعات اعتراضات اونها هستش. یک سری مزایای شغلیشون رو میخوان که کاهش پیدا کرده، اجرای ماده 10 رو میخوان و به این ترتیب فراخوان دادن به تجمع. این اتفاق مهمه چون این مالیات ها بخشای دیگه ای از جامعه را هم در بر میگیره و امروز حقیقتا حقوق 20 میلیون یعنی خط فقر. و اون وقت به این حقوق 15 میلیون 20 میلیون به این حقوق مالیات هم گرفته بسته میشه. از دم و دستگاه مذهبی و خرافه خودش مالیات نمیگیرن، از بیت رهبری مالیات نمیگیرن، از مقامات ارشد مالیات نمیگیرن و میبینید که از جیب مردم و بیرون کشیدن مالیات های و بستن مالیات های سنگین میخوان خزانه خالی خودشون رو به این شکل یک جورایی جبران کنن. خب جامعه هم استاده و اعتراض میکنه، در حال وسیعا باید خبر رسانی کردش. بله این خبر هم بد نیست اینجا بدم چون بسیار مهمه و بسیار باز هم تأسف آور که صبح روز گذشته متاسفانه یکی از کارگران شاغل در پالایشگاه آبادان به اسم عبدالرزاق سیمریان بر اثر شدت گرما و کار در محیط کار با رطوبت بالای 90% جان باخت و دچار ایست قلبی شد. او در قسمت طرح توسعه فاز 2 پالایشگاه آبادان کار میکنه. بسیار تکان دهنده است. محیطای کار این چنین قربانی میگیره. دیگه اینجا مسئله ناامنی محیط کار به معنای دستگاه فلان و حریق و اینا نیست. اینجا استثمار حد اکثری و وحشیانه سرمایه‌داری حاکمه. و اینه که در جایی مثل نفت میبینیم یک کارگری اینجور جون خودش را دست میده. در گذشته این عزیز و به خانوادش به کارگران نفت تسلیت میگن و این هشداره. ساعت کار باید کاهش پیدا کنه، به خصوص در مناطقی که گرما چنین آزاردهنده و کشنده هستش. هر روز جمهوری اسلامی داره از کارگران و از مردم قربانی میگیره. خبری هست در سوم مرداد کارگران پیمانکاری سکوهای پارس جنوبی خواستار اجرای طرح طبقاتی مشاغل شدند و کمپین را اعلام کردند. کارگران داربست بند که اعتصاباتی داشتند در همین تیر ماه با خواست 10 روز کار و 20 روز کار و 10 روز استراحت بیانیه دادند که در شورای سازماندهی اعتراضات کارگر پیمانی نفت درج شده و میگن دستاوردهاشون چه بوده. میگن شروع کارمون بود، تونستیم مستقل عمل کنیم، در بخش زیادی تونستیم 20 روز کار 10 روز مرخصی رو اعمال کنیم. اگرچه ما حقوقمون گفته بودیم دستمزد از 25 میلیون کمتر نشه، ولی که بالاخره یه درجه افزایش حقوق داشتیم. حد اکثر حقوق که میگرفتیم 16 میلیون تومن بود، الان پیمانکاری خوشکام 24 میلیون تصویب شده، پیمانکاری علی خانی 25 میلیون، پیمانکاری امیدی 23 میلیون، پیمانکاری شهبازی 20 میلیون، پیمانکاری موسی 20 میلیون، پیمانکاری راکی 20 میلیون، پیمانکاری پتروشیمی هنگام 22 میلیون و الان حقوقش کارگری کمتر از 16 میلیون نیست و این رو به عنوان یک قدم مهم برای پیشرفت‌های بعدی خودشون اعلام کردن، برای کوتاه شدن دست پیمانکاران و پایان دادن به این بساطی که در محیط های نفت. زنده باد کارگران داربست بند نفت.
همینجور سوم مرداد جمعی از نگهبانان چاه و نیروهای دستورکاری تأسیسات شرکت نفت و گاز زکارون به ویژه در روستاهای بخش قضا نیه اواز در اعتراض به عدم تغییر وضعیت شغلی خودشون تجمع و اعتراض داشتن. یه خبری هست در مورد اعتراض پرستار. تو روزهای اخیر فیلمی از اعتراض سرپرستار سوپروایزر یکی از بیمارستان خصوصی مشهد پخش شد که به شدت بر فشار کاری که بر پرستاران هست اعتراض میکنه و فریادش رو بلند میکنه. پرستاران یه بخش خدماتی هستن که زیر فشار کاری سنگین هستن، جونشون در معرض ابتلا به انواع بیماری های مصری است، از جمله قربانی زیادی در همین دوران اپیدمی کرونا دادن. فشار کار بالاست، تعداد پرستار کمه، بعضی بیمارستانی ها استاندارد بهداشتیش بسیار پایین هست. به جای افزایش به تعداد پرستار مرتبا پرستارهای موقت استخدام میکنن و اخراج میکنن و این صدای اونا رو بلند کرده. بعد از این اعتراض این پرستار اون رو اخراج میکنن، ولی اونچنان اعتراض وسیع میشه و انعکاس پیدا میکنه که بالاخره افکار عمومی و انعکاس رسانه‌ای این موضوع باعث میشه که اون رو دوباره سر کار برگردونن. معاون پرستاری وزارت بهداشت تماس میگیره و میگه شما برگردید سر کارتون و به این ترتیب میبینیم که یک صدای این چنین رسا از میان پرستارم بلند میشه. کلیپ میبینیم از این پرستار. میدونی ما تا اینجا داریم استرس تحمل میکنیم، اگه همراهی بیمار هستم بشتم و پرسونل کادر درمان یه قرون از وزارت بهداشت پول نگرفته بابت کرونا. فقط حرفی بود که تو رسانه ها زدم. مادرش پدرش رو کو خانم رحیمی که مادرش رو از دست داد، کو خانم سعیدی که پدرش و داداش رو از دست داد. کارزارهای مهم تو این هفته که و تو این مدت کارزار اعتراض علیه حجاب اجباری در مقابل تعرض جمهوری اسلامی در کنار سرکوب و دستگیری ها طرح حجاب عفاف آورد و جامعه ایستاد. کارزار حجاب حجاب را افتاد و دیدیم 21 تیر به یک روز تاریخی تبدیل شده. در زنان حجاب برداشتن، حجاب برگیران سراسری و جامعه حمایت کردش، از جمله تشکل‌های مختلف و بیانیه‌های حمایت از سوی تشکل‌ها و گروه‌هایی از کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و فعالین اجتماعی در همبستگی با کارزار حجاب حجاب انتشار یافت. و بعد از اون کارزار اتحاد در مخالفت با حجاب اجباری بود که ندای زنان ایران، یک نهاد مدافع حقوق زنان، اون رو در اینستاگرام خود گذاشته بود. تو زمان کوتاهی تونست 700 هزار کاربر رو همراه داشته باشه. خب زمان این نوع استوری ها فقط 24 ساعته. این نهاد تشکر میکنه و میگه این کارزارها رو باید تکثیر کردش. از میان حمایت کنندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که میبینیم به صورت پیامی در کانال مستقل خودشون درج کردن به اعلام حمایت کردن. مسئله حجاب مسئله همه جامعه است و به درستی میبینیم کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش‌های مختلف جامعه نسبت به این تعرض دارن عکس العمل نشون میدن. معلمان همچنان کارزارشون برای آزادی همکارانشون ادامه داره. 20 نفر دیگه از اونها در زندان هستن. رسول بداخی و همچنین مسعود نیخا، شعبان محمدی، اسکندر لطفی از دستگیر شدگان پرونده سازی های اخیر بودن، به علاوه حسن سعیدی، رضا شابی و والی زمانی از فعالین کارگری، آنیشا اسداللهی و کیوان معتدی از فعالین اجتماعی. تو این مدت ملاقات نداشتن، زیر فشار بودن، زیر بازجویی بودن برای گرفتن اعتراف اجباری، ولی اینا ایستادن و معترض شدن. خانواده ها ایستادن، خانواده ها با هم نامه دادن و صداشون جهانی شد تو سطح بین المللی. در این رابطه کارزارهای برای افتاد، همبستگی های اعلام شد. بالاخره این هفته این عزیزان از بند 209 به بند 240 منتقل شدن و تونستن ملاقات های حضوری داشته باشن. به این یه درجه پیشروی در کارزار علیه پرونده سازی هاست. و همینجا کارزار معلمان برای آزادی همکاران زندانیشون. خب این اتفاق و اینکه این اتحادها
تو این سطح میتونه انعکاس پیدا کنه، مؤثر باشه، جهانی بشه، تأکیدی بر اتحاد جنبش‌های اجتماعی علیه سرکوبگری‌های حکومت. تا الان نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله اتحادیه کارگری سراسری آلمان با بیش از 6 میلیون عضو، اتحادیه ملی کارمندان عمومی و دولتی با 400 هزار عضو در کانادا و همینجور 5 سندیکای فرانسوی، ITF، اتحادیه کارگران اسپانیا با 1 میلیون عضو و همینجور شورای اتحادیه کارگران در ونکوور هومه و اتحادیه کارگران خدمات عمومی اسوان اسمیت، تری مورینگ رئیس فدراسیون معلمان بریتیش کولومبیا و به علاوه اتحادیه خدمات عمومی سوئیس و دبیر کل فدراسیون اتحادیه کارگران در عراق سعید نعما اعلام حمایت و پشتیبانی کردند. آخرین خبر این که غلام رضا غلامی کندازی از معلمان زندانی آزاد شد در 29 تیر و همینطور در 20 تیر عسل محمدی از فعالین حقوق کارگران که قبلا در رابطه با اعتراضات کارگران نیشکر افتپه بازداشت شده بود برای اجرای حکم 1 سال حبس خود راهی زندان شد و همینطور گلنار قدیم خانی، حابشین لطیفی و آرمین شریفی دادگاهی شدند و بعد از اون با قید وثیقه موقتا آزاد شدند. خب میبینید که چه کارزار عظیمی در جریان و جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی یک جنبش قدرتمنده که جلو میره. باید بسیان به این کارزار پیوست، باید بسیان این خانواده های بازداشتگان رو در حلقه همبستگی خود قرار داد، با بیانی های جمعی به شکل های مختلف، با انعکاس جهانی این سرکوبگری ها باید کاری کنیم که تمامی بازداشتگان آزاد بشن و در زندان ها رو باز کنیم. برنامه ما به پایان رسیده. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو می کنم.